الكل يتذكرها في الـ94. که طبیعتاً با آمادگی زیادی هم به این مسابقات آمده. حرکت جناح چپ، حرکتی که اسمت الله محمدی انجام میده، دو تا بازیکن عربستان در کنارش هستن، حالا بیشتر میشن. خود علیزاده در سمت چپ سانت روی دروازه، فرصت، ضربه سر از بازیکن عربستان، اولین موقعیت خیلی خوبی ایجاد میکنیم روی دروازه. دادن ظرفیت و پتانسیل بالایی دارن، میتونیم چند سال بعد تیم ملی خوب داشته باشیم. یک فرصت، ضربه از بازیکن عربستان و توپی که در اختیار عادی علیزاده قرار میگیره. دروازه‌بانی که قامتش خیلی بلند نیست، یاره شماره 3 عربستان توپر میزنه و یک کسی توپر تیر کردن از خط دفاع ملی ما. یک بار دیگه طرف در جناح چپ، در دقیقه 9 هستیم، موقعیت برای ارسال توپ. اسمت الله علیزاده یک سال بلند بیروی دروازه عرب. یک هفته تیم در عربستان حضور داشته، تمرین کردن. بازی به هر حال در شهری که مسابقات برگزار میشه و تمرین در اون شهر میتونه بی تاثیر نباشه و اتفاق خوبی بود که فدراسیون فوتبال تیم ملی 19 ساله یک هفته قبل شروع این رقابت ها به شهر الخرف فرستاده و تا حدود منظم بازی میکنن، اما خب زور اینا بیشتر. یک بار دیگه این طرف در جناح چپ، حرکتی که انجام میشه، فرصت هست پشت 18 برای بازیکن عربستان. یک تاثیر توپ ضربه یک از بالای دروازه به بیرون زده میشه، خوشبختانه به داخل چارچوب هم نیست. پیدا کردیم، اما در حدی سنی زیر 19 سال خیلی تیم ملی مرسی برای گفتن نداشته. فرصت برای بازیکن عربستان، یک موقعیت و باز هم علی نظری و دفاع خیلی خوبی که انجام میشه، توپ کورنر میره. دروازه ما رو به خوشانسی باز نمیشه و کاپیتان تیم افغانستان اجازه نداد که عربستان به گل اول برسه. نگاه کنید پاسری به بیرون خطرناک و علی نظری که 24 تیم میره به مرحله بعد. در 12 گروه هستن، از هر گروه دو تیم به نظر میرسه که صعود میکنه به مرحله بعد. شاید قوانینی باشه که تیم خوب سوم هم بره که زیاد خطرناکی قرار بگیرن، اما بازی کاملا در اختیار اوناست. ما فقط یک سانت کردیم روی دروازه، اونا کار زیادی انجام نردیم. یک لحظه برخورد، علی نظری چپ میره، سانت پشت مدافعین، فرصت هست. یک بار دیگه خروج دروازه‌بان، برخورد شدید او با بازیکن عربستان. هر دو بازیکن مصدوم شدن. شبیه بیزاده ببینید اینجا برخورد انجام شد. یک بار دیگه حرکت بازیکن عربستان در جناح چپ، وقت خطرناکی است. پاس رو به جلو، باز هم مدافعین افغانستان توپر دور میکنن. در 30 دقیقه دوباره سانت و باز هم برگشت توپ. همین رقم دفاع بکنیم و عرب. یک بار دیگه حرکت پشت 18 سفید پوشان، نباید اجازه شوت زدن بدیم. فرصت حالا داخل 6 قدم، خطرناک و تکلیف به موقع است. بازیکن افغانستان به موقع تک میکنه و اجازه نمیده به بازیکن عربستان که شوتش بزنه، که اگر میزد قطعا دروازه ما رو به شکل جدی تهدید میکرد. نگاه کنید اینجا پاس داده شد و تکل به موقع. در هر رده سنی بازی بکنه به هر حال طرفدار هست و میگم ببریم و ببازیم و ببریم. در دوشنبه هم آغاز خواهد شد، پنجشنبه هفته آینده 14 نوامبر، یک بازی بسیار حساس، نمیگم سخت اما خیلی حساس، مقابل هند داریم. فینال، یکی از فینال های ماست در مقدماتی جام جهانی، که اگر انشالله هند شکست بدیم که توانایی شکست دادن این تیم رو داریم. بازی اول ما خیلی مهم هست، خوبه که اول با هند بازی میکنیم بعد با قطر. چلو پنجمین دقیقه دیدار، یک برخورد دوباره انجام میشه، بخ انجام خواهد شد برای دروازه عربستان. اصلا سانت خوبی نیست، بر میگردنن توپر، ببینیم این توپ چه میکنن. یک ضربه خطرناک، توپ از کنار دروازه به بیرون میره و راهی به دروازه پیدا نمیکنه. کاپیتان عربستان، این اولین شوت مستقیم است که به سمت دروازه ما.
چه اتفاقاتی رو خواهد داد. ممنونیم که با ما همراه هستید همبینندگان عزیز تلویزیون فریاد. در جنبه چپ ابو حسن صبیانی قدم بال میشه حسین خالد من اول هزه القام دی کره کسی بازیکن افغانستان کار راحت کردن فرصت هست داره که پنالتی گرفت به سود عربستان در آغاز نیمه دوم پنالتی حاضر فی هذا اللقاء فکر میکنم علی سجاد خلیلی است نامش اما لیست ای اف سی فکر میکنم این صحنه است که تک زده شد با حسین خالد خودش عد تنفیذ احمد و ببینید چگونه استفاده خواهد کرد احمد حازم با پای راست میزنه و هدف اول درون دروازه ما قرار میده حساب کار یک بر صفر میشه بالاخره دروازه ما اول اهداف اللقاء باز میشه شانس گلزنی ما کم هست ای کوشین گلر نمیخوردیم بلعب کور على توانایی کسب یک امتیاز داشتیم از عربستان ولی متاسفانه حالا در آغاز نیمه دوم دروازه افغانستان باز میشه اتفاقی که نباید رخ میداد رخ داد از این نقطه پنالتی روی صحنه مشکوک که شاید به نظر خیلی ها پنالتی هم نبود نگاه کنید مکسی هم کرد و توپر درون دروازه ما قرار داد احمد حاضر حساب کار یک بر صفر میشه به سود عربستان بال میشه به سود افغانستان ببینیم با این توپ چه میکنه پشت مدافعین حالا فرصت ارسال هست داریم یک سال بلند تو بس همه میگذاری این طرف یک موقعیت برای بازیکن افغانستان و کورنری که به دست دفاع کردن هم هست فقط حمله کردن نیست نمیتونیم ادعا بکنیم تیمی که حمله میکنه خوب بازی میکنه تیمی هم که خوب دفاع میکنه خوب هست یک سال انجام میشه به روی دروازه خروج دروازه با ناموفق اما دفاع ما تبدیل به گل هم نمیشه احسان انجام میشه ضربه سر اول از مدافعین ما فرصت هست آنتی بلند به روی دروازه افغانستان توپ توپ داد دقیقه یک فرصت عالی برای بازیکنان عربستان از دست میره و خوشبختانه میانی در وسط میدان یک پاس پشت مدافعین و ضربه از راه دوره یادم از فرصتی میاد که او خراب کرد چه موقعیتی را از دست داد توپ هم به روی دروازه عربستان سانت میشه یک فرصت ضربه سر از مدافعین عربستان توپ که دور میکنن خیلی زود مدافعین تیم حالا این طرف امیدواریم ضد حمله شکل نگیره چه خطایی میکنه و خروج عادی اولین دیدار مقابل افغانستان یک سانت بلند یک ضربه موقعیت خروج دروازه‌بان برخورد و کار دنبال میشه ریان درویش با دروازه‌بان افغانستان برخورد میکنه احساس درد میکنه هادی علیزاده نگاه کنید صحنه محمد خلیل زد این هم صحنه برخورد دوباره در میانه میدان تو به صورت اتفاقی میرسه به مهاجمین این تیم فرصت هست حالا شوت از راه دور و توپی که در اختیار دروازه‌بان قرار گرفت از معدود شوت هاست دیگه کنید اصلا شوت نزدن این هم در نیمه دوم فکر میکنم اولین شوت این است حالا یک فرصت در ضد حمله برای بازیکن افغانستان فرشید ایدری داخل اجده میشه خود فرشید کارش داره خوب پیش میره فرصت هست پاس میداد به این طرف حسیب الله حالا هنوز فرصت داریم چیکار داریم میکنیم و توپی که دور میکنن کمی دقت کنیم به خدا میتونیم دروازه عربستان باز کنیم علی بازت این توپ بره خطرناک است جامان در مدافعین افغانستان سمیر سمندری بلند سانت میکنه ضربه سر اول از مدافعین عربستان او اجازه شوره بازی هم نمیده حیدر النشری سمیر الله نادری خیلی خوب توپ از او گرفت و او متوقف کرد حالا در این واپسین لحظات دوباره عربستان تحت فشار هست
روی حملاتی که ما قرار هست ایران انجام بدیم. سانتر دوباره سمیر سمندری انجام خواهد داد از وسط میدان به سمت دروازه عربستان، بلند سانت میشه، ضربه علی نظری، توپ بیرون رفته و کورنر هم نیست. نگاه های منتظر علی نظری دیگه هم نشان داده شده. جرسالیس که انجام شد درشتیم. عربستان هم خیلی ما را آزار نداد در این مسابقه، فقط مالکیت توپ در اختیار اینا بود. یک فرصت و توپ به دروازه‌بان میرسه. با پس این لحظات این دیدار هست، پیروزی نهای چپ ساد بروی دروازه مقید و یک لحظه اشتباه توپ در اختیار دروازه‌بان حسین عزیبی قرار میده. تکلی که احمد خازم در شروع نیمه دوم در دقیقه 49 از روی نقطه پنالتی داده، افغانستان فرصت داره تا استفاده بکنه. خطا پای هوایی شانس داریم. حالا دیگه وقت داریم که همه بریم بخواهد داد. بلند بروی دروازه عربستان، خروج دروازه‌بان و میگیره توپر. و اینجا ویسل پایان این دیدار. تساوی ای کاش رخ میداد، ولی شکست خوردیم 1-0 مقابل عربستان. خیلی خیلی نتیجه و پیروزی که در مقابل افغانستان به دست آوردن. ممنونیم از همراهی شما، واقعا حسرت خوردیم. ای کاش بازی با این نتیجه تمام نمیشد.